با درود، در آخرین گفتار روی فعالیت‌های جریان چپ ایران و پیدایش حزب توده و تغییرات و تحولاتی که در آغاز سالهای 20 بعد از برکناری رضا شاه در جریان بود صحبت کردم و مطلبی رو روش متوقف شدم که اون ورود شاید معروفترین ملای زمان به ایران بود از عراق به نام حاجا حسین قمی. ما هنوز روی این سالهای 20 هستیم، به جهت اینکه نشان خواهم داد که تغییرات و تحولات به ویژه سیاسی و فکری در این دهه اثرات بسیار سنگین و بسیار زیانباری بر تحولات سیاسی سالهای بعد میگذاره و نخستین بسترسازی حاکمیت دینی در ایران رو که در سال 57 با انقلاب 57 اتفاق میفته زمین سازی میکنه. من کمتر در بررسی های تاریخی این دهه ها از سوی کسانی که سعی کردند واقعیت‌های پیش آمده در این دهه‌ها رو بررسی کنند به نکات این گونه توجه شده یا توجه کرده باشند. نمیگم هستم، ولی چندان زیاد نیست یا من شخصا بر نخوردم. اما یه دونه پرسشی رو من پیش از ورود در ادامه مطالب میخوام برای اطلاع شما طرح بکنم تا مطلب قدری دقیق تر توجه بشه بهش. ببینیم چرا اصلا تحولات فکری سیاسی این دوره‌های تاریخی رو امروز باید بررسی کنیم، توضیح بدیم و نشان بدیم. به سخنی دیگر چرا باید این تحولات رو نقد کنیم؟ این کلمه نقد رو من از آغاز این بحثا به اعتبار کاربرد اون در آثار فلسفی دوره روشنگری زیاد به کار بردم. جاهایی هم توضیح دادم که مقصود از نقد چیه. یک بار دیگه اینجا برای یادآوری میگم، نقد یعنی بررسی، یعنی سبک و سنگین کردن. یک نقاد یعنی کسی که به کار بررسی یک پدیده‌ای، یک امری، یک واقعی یا واقعاتی یا جریان و جریاناتی میپردازه وزگیری شخصی نمیکنه، نظر شخصی رو در اون اعمال نمیکنه، با ملاک های یک یا چند دانشی که اون واقعه به اون دانش مربوطه بررسی خودش رو و سبک سنگین کردن مسئله رو نشان میده. بنابراین در کار نقد جانبداری وجود نداره. این نکته قطعی. همینجا اینو یادآور بشم، من اگر جریان چپ ایران که از پیدایش حزب توده ایران حداقل بعد از سالهای 1300 و بعد از شروع دولت پهلوی در ایران شکل میگیره،
حزب توده ایرانه. خواه حزب توده ایران یا جریان‌های بعدی چپ ایران یا گرایش‌های دیگر سیاسی ایران رو در اینجا نام می‌برم و به مناسبت از فعالیت‌های اونها سخن میگم، به هیچ عنوان به کار نقد عمل سیاسی اونها نمی‌پردازم. این که حزب توده ایران مثلا در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران و کوشش‌های دکتر مصدق چه مواضعی رو اتخاذ کرد و چگونه با این مسئله برخورد کرد، چقدر به نفع مردم ایران بود مواضعش و چقدر به زیان، مطلقاً وارد نمیشم، زیرا نقد من نقد فکری و ذهنی جریان‌های سیاسیه. یعنی تأثیرات فکری رو ما بررسی میکنیم. ما وقتی که از مدرنیته سخن میگوییم و تأثیرات اون رو در جامعه ایران بررسی میکنیم، صرفاً از زاویه فکریه و نظریه. خب این نکته اول. نکته بعدی این که نه تنها جریان چپ ایران رو از زاویه سیاسی مورد نظر قرار نمیدم، زیرا کار این گفتگوها ارتباطی با نحو عمل سیاسی نداره، اما به ضرورت از جریان‌های سیاسی سخن میگوییم، زیرا عمل اونها رو از زاویه فکری و نظری مورد مداقه قرار میدیم. به همین اعتبار و به همین جهت، علاوه از جریان چپ، جریان‌های ملی و به ویژه جریان‌های مذهبی رو هم مورد توجه قرار میدیم و اونها رو هم نقد میکنیم، بدون اینکه در این گفتگوها به عمل صرفاً سیاسی اونها، زیانبار بودنش یا مفید بودنش یا هر نحوه دیگری از نگاه توجه کنیم و بهش بپردازیم. اما برمیگردم به سوال. این دو نکته رو همواره در نظر مایلم بخوام ازتون که در نظر داشته باشید. اما چرا این تحولات رو مورد نظر قرار میدیم؟ زیرا ما مادامی که در این تاریخ نوین خودمون، یعنی این تاریخ 100-110 سال، 120 سال گذشته که از مشروطیت به این سو رو شامل میشه، دقیقا نشناسیم و ندانیم که چه کرده ایم و چه واقعاتی پیش آمده و چه نتایجی از این واقعات حاصل شده، مادامی که اینها رو ندانیم، ما فردای خودمون رو نمیتونیم درش نقش دقیقی داشته باشیم. من از کلمات ارزش گذاری کننده مثل مثبت، منفی، خوب، بد کاملا پرهیز میکنم. میگویم ما تحولات و پیش آمدها، تغییرات یا عدم تغییرات، هر اون چرا که در این یک سده و بیش از یک سده در ایران به وجود اومده، از نظر بنیانهای فکری مورد تحلیل قرار ندیم، بی‌طرفانه به اونها نگاه نکنیم، فردای خودمون رو نمیتونیم روشن، آشکاراتر و دقیقتر و علمیتر سامان ببخشیم. خب به این اعتبار ما باید
گذشته، چون مسئله مدرنیته است، روی این تاریخ اخیر خودمون تکیه میکنم. وگرنه چند بار در گفتارهای پیشین گفتم یکی از فقدانهای عمل روشنفکری در میان ما ایرانیان فقدان نقد تاریخی بوده. خب نکته اولی که از این ویژگی هایی که میخوام بر بشمرم و به اونها تکیه بکنم و اونها رو مبنای این نحوه نگاه به تحولات فکری سیاسی، به هر حال این تحولات فکری تأثیرات روی عمل سیاسی ما داشته، نشون بدم، این نکته رو در درجه اول باید بدانیم و حتما هم شمایی که شنونده یا بیننده، همزمان شنونده و بیننده این گفتارها هستید، میدانید جامعه ایران در همیشه تاریخ خودش تا به امروز جامعه‌ای دینی بوده. اصول و مبانی دیانت و ارزش‌های دینی، هر اون چه که ارزش‌های بنیانی دینی یعنی دین اسلام و به ویژه در 500 گذشته گرایش شیعی اون، این ارزش‌ها محور نگاه انسان ایرانی و سامان بخش زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان بوده. این نکته اول. از این رو تحول در فکر و ذهنیت، ذهنیت یعنی نحوه نگاه، یعنی ارزشگذاری بر امور، یعنی ارزشگذاری بر اون چه که زندگی فردی ما و جمعی ما رو تشکیل میده، این رو با کلمه ذهنیت مینامیم. از این رو تحول در فکر و ذهنیت یا نگاه و نظر انسان ایرانی به انسان و جهان تکیه بر این بنیانها یا مبانی یا این اصولی داره که مطلقاً دینیه، اسلامی، شیعیه. اینها رو در گفتارهای دیگه هم بهش اشاره کردم. حالا این ارزش ها رو دو نهاد عمده در جامعه پاسداری میکنه، تنظیم میکنه، ترویج میکنه، کنترل میکنه و توده مردم در کاربرد اونها از راهنمایی، حمایت‌ها یا عدم حمایت‌های دو نهاد و دو ساختار اصلی اجتماعی برخوردار میشن. اون دو، اول دولت و سازمان‌های مختلف و وابسته اونه کنار اون نظام قانونگذاریه. نظام قانونگذاری بعد از مشروطیت در ایران مجلس نمایندگانه، قبلا مجلس نمایندگانی در ایران نبوده. نظام قانونگذاری در ساختار سیاسی دینی ایران
ملایان بودند، یعنی متولیان دین. متولیان دین در اسلام به معنای عام کلمه، نه تنها در شاخه شیعیش که ملایان شیعیان یا روحانیت شیعیه، تمام فقها، حدیث گویان و متصدیان امور دینی در کلیه این دوره، دوره‌ای که از پیدایش اسلام می آغازه تا به امروز، اینها قانون گذاران به معنای دقیق کلمه بودند. اینان طبعا قانون گذار نیستند و نبودند، یعنی متولیان دین واضع قانون نیستند، اما مسئولانی هستند که حق شناخت قوانین نهاده شده از سوی خداوند و پیامبر او رو که پیشا پیش تدوین شده و معین شده، اونها ناظر به صحت اون و اجرای اونن. بنابراین به صورت اجمال میتوانیم بگوییم نظام قانون گذاری یا نقش متصدیان حراست از قانون رو متولیان دین داشتند. پس فراموش نکنیم کسانی که این مجموعه ارزش ها رو حراست می کنند، تنظیم می کنند و اجرای اون رو بر عهده می گیرند، اول دولت و کنارش نظام قانونگذاریه که امروز به هر حال بعد از تحول سیاسی که در ایران اتفاق میفته و با مشروطیت مجلس قانونگذاری درست میشه، نظام قانونی قانونگذاری مجلسه. در کنار دولت و نهادهای کناری اون یا وابسته اون که البته امر آموزش نیز یکی از نهادهای بخش عمومیه، ما بهتره بگوییم بخش عمومی. بخش عمومی یعنی کلیه نهادهایی که جامعه رو مدیریت میکنه، در رأسشون دولته یا شاخصترین نهاد دولته. آموزش و پرورش طبعا نهاد دیگر عمومی، عرصه عمومی است. بعد اهل فکر و نظر و قلمورزانه. قلمورزان رو میتوانیم با اصطلاح متعارف و متعادل روشنفکران بگیم. روشنفکران اهل فکر و نظری هستند که به ترویج، گسترش و کار بررسی ارزش‌های یک حاکمیت، مجموعه حاکمیت ارزشی در یک جامعه رو بر عهده دارند. حالا ما میکوشیم ببینیم از سال هزار روز این، با این مقدمه‌ای که اشاره کردم که بر این بنیان کار بررسی این سالها رو انجام میدیم، یک بار دیگه تکرار میکنم این بررسی ها رو انجام میدیم تا فردا رو حداقل از خطاهایی که پیشتر بسیار مرتکب شدیم شاید جلوگیری کنیم. شاید نسل‌های جوانی که فردای ایران متعلق به اونهاست بیدارتر، هوشیارتر، با چشمانی گشوده‌تر و آگاهانه‌تر و علمی‌تر و دقیق‌تر و روشن‌تر بنگرند و خطای پدرانشون رو برای چندمین و چندمین بار مرتکب نشوند.
خب حال میکوشیم ببینیم از سال 1320 به بعد این دو ساختار عمده، یعنی نهادهای عمومی دولت و نهادهای دیگر، دو روشنفکران در دو کلمه، این دو نهاد یا این دو ساختار عرصه عمومی نسبت به انتقال ارزش‌های انسان بنیاد مدرن و ساختن جامعه‌ای انسانی تر چه کردند؟ اینها چه کردند؟ آیا اینها به ترویج مدرنیته و اول به شناخت مدرنیته کوشیدند؟ مردم ایران مثل تمام جوامع مثل خودش هیچ آگاهی شناختی از مدرنیته نداشته، از تغییرات و تحولات هم و ضرورت اون هم باز آگاهی نداشته، چون به هر حال جامعه‌ای بوده اکثریت قریب به اتفاق شاید نزدیک به بالای 90% سواد خوندن و نوشتن ساده فارسی رو هم نداشته تا همین 50 سال 60 سال پیش. خب بنابراین این دو نهاد یا این دو حیطه اصلی، بهتر اینجوری بگیم کلمه حیطه یعنی چون وسیع‌تره از نهاد، این دو حیطه چقدر کوشیدند؟ آیا کوشیدند ارزش‌های واقعی مدرنیته رو در ایران به اجرا در بیاورند یا به اجرای اون یاری برسونند؟ خب دولت‌ها و نهادهای عمومی مسئول به اجرا در آوردن اون ارزش‌هایی هستند که داره جامعه رو مدیریت می‌کنه. مثل الان که نزدیک به 40 دهه است ارزش‌های مطلق اسلامی شیعی در جامعه ایران به اجرا در میاد، مسئول اجرای اون و کسانی که باید اون رو اجرا کنن و میکنن و با قاطعیت اون رو به اجرا در میارن دولت و نهادهای پیوستشه. همه جای دنیا چنینه. خب حالا ببینیم آیا از این دهه 20، ما چون روی دهه 20، به هر حال من یه اجمالاً قبل از دهه 20، از 1300 که دولت رضاشاهی دولت نوین به وجود میاد توضیح دادم که کوشش‌هایی برای انتقال بخشایی از نحو زیست مدرن به ایران انجام گرفت، اما تحول اساسی تر و تغییرات اساسی تر میباید از این دهه به بعد، به خصوص به جهت تحولات بزرگی که در جهان با جنگ جهانی دوم اتفاق میفته، امکانات بیشتری فراهم میشه، ایرانیان دانش بیشتری کسب کردن، آدمهای باسواد بیشتر شدن و دلایل جنبی سیاسی دیگر. تحولات نحوی است که میباید مدرنیته راحت تر و بیشتر و مسئولانه تر ارزشاش در میان به میان ایرانیان بره. اصلا چرا این ارزش ها؟ این رو شاید کسانی سوال کنن مدرنیته چرا باید به ایران می آمده یا بیاد؟ اون رو من فکر میکنم پاسخش خیلی روشنه، خیلی روشنه. ما برای اینکه پاسخ این رو پیدا بکنیم که آیا این ضرورت حتما بوده یا نه، می توانیم
آثار و نوشته‌های تاریخی که مربوط به دوره جنگ‌های ایران و روس در زمان فتحعلی شاه مراجعه کنیم. یعنی تبادلات بین المللی، زندگی انسان، انسان‌هایی که در روی کره خاک زندگی می‌کنند، در کلیه جوامع ایجاب می‌کرد که تحولاتی که در اروپا به نام مدرنیته به وجود اومده به میان جامعه خودشون منتقل کنند. این اولین ضرورت توجه به مدرنیته با جنگ‌های ایران و روس شروع میشه که ایرانی‌ها متوجه میشن به جهت فقدان کامل دستافزارهای نظامی این جنگ ها رو میبازند. خب به این ترتیب این روشنفکران و دولت یا دولت هایی که در این سال ها عهده‌دار مدیریت جامعه میشند مکلف بودند این ارزش ها رو گسترش بدند، مردم ایران رو با این ارزش ها بیشتر خو بدند، ارزش هایی که بدون تردید هدف هایی جز انسان مداری و تأمین حقوق آزادانه و طبیعی انسان ها نداشته اینها رو ترویج بدن. اما به شما نشان خواهم داد که این اتفاق نمی افته. یعنی نه تنها ارزش های مدرن در ایران گسترش پیدا نمی کنه، بلکه به ستیز و دشمنی با ارزش های مدرن می پردازیم. بنابراین این پرسش ها رو بیشتر می شکافیم، بیشتر بررسی می کنیم و اینکه چگونه به ستیز این ارزش ها میریم اینو وقتی که میشناسیم خیلی طبیعی است که چنان که گفتم جایگاه امروزی خودمون رو صمیمانه بی‌طرفانه درک میکنیم و دلایل درجا زدن تاریخی خودمون رو بهتر میشناسیم و شاید با هوشیاری بیشتر فردا رو سامان بدیم. همین فعلا و مرسی.